با نام و یاد خدای مهربان، آرزوی بهترین برای همه دوستان. اول از همه پوزش بچه ها، چند روزی هست که خیلی حال آمده، واقعا از صدا من مشخصه. از روزی که اون حادثه مرگبار رخ داد و 260 نفر از بچه های افغانستان که شهید شدن در مرز ایران، و اون روز هم حالم خیلی بد بود که ویدیوشو گرفتم، صدا مشخص بود و خلاصه نگم براتون داغونم. و مرسی از تمام کسایی که حال ما رو پرسیدن که هیچکی نبود. یعنی در این حد میخوام بحث رو اینجا شروع کنم که خیلی زود فراموش میکنیم، یعنی مردن، زنده بودن و هر چیز دیگه برای هیچکی در حد 3-4 روز مهمه. همین حادثه 260 تن از شهدای افغانستان هم باور کنید یه هفته دیگه از سر همه میپره. چرا؟ چون ما آدم های فراموشکاری هستیم. یاد چی میفتم؟ ویدیویی که درست کرده بودم که طالبان اومده بودن، یه سری از مردم افغانستان داخل افغانستان، ما از ایران حمایت میکنیم در برابر جنگ استکبار و نمیدونم با اسرائیل و فلان. خب بیا جواب اینجوریه عزیز دلم، وقتی یه بلایی که 40 سال سر ایران اومده و من در هر ویدیوی تقریبا دارم بهش تاکید میکنم که آقا اینجوری اونجوری، و با فوش روبرو میشم، برمیگرده به این که چرا باید زود فراموش کنید؟ چرا اینقدر براتون مهم نباشه؟ و اون ریشه اصل کار این داستان، مقصر اصلی این داستان به نظر من طالبانه. چرا باید جوون فرار کنه بیاد اونجا به رگبار ببندنش، نمیدونم بره رومین آر پی چی بزنن؟ همون دیگه، آقا من اینجا خونمه نشستم، تا صابخونه نیاد انگولن نکه تو کونه من، منو نزنه، منو فلان نکنه، هزار تا داستان برام، من که بهترین جا رو دارم. اون باعث میشه که من برم رو به هزاران داستان. ولی با اون موضوع نداره، میریم داخل ویدیو بیشتر در موردش صحبت میکنیم. وزیر خارجه ایران اومده در مورد کشته شدن، نگفتم شهید شدن، تازه 260 مهاجر افغان در خاک آن کشور. آن کشور حالا خاک ایران یا خاک افغانستانه؟ و طالبانی که دایورت مثلا برایش مهم نیست، همه افغانستان هم دور از جون، همه مردمش هم شهید بشن ککش هم نمیگزه. حالا تو هی بیا فوش بده بگو آی طالبان، آی این، آی اون. اصخایی میکنم آجی، من اعصابم خیلی داغونه، واقعا نتونستم صحبت کنم این دو سه روزه. و اتفاقاتی که بود، یه عده میفتن رفتن رومین، یه عده میفتن سرباز زده. ببینیم وزیر خارجه ایران چه میگید، چی میگید. ببین همشون یکی هم، ما مردم این وسط بدبختیم. حالا تو این خودتو بکش بگو ایران، اون بگو افغان، این بگه اون، این بگه اون، همدیگر رو لحت و پار کنید، اصلا همدیگر رو پار و پوره کنیم، هیچ فایده ای نداره. تا این ریشه شنگ آتیش گرفته نشه، خشک نشه، همین داستان ها هست. تو به من فوش میدی، یه ایرانی به تو فوش میده، اینه هست. حالا این دوباره زیر این کامنت بذار فوش بذار، بریم بشنیم بچه بینم. یاران تیوی مسلمن حادثه بسیار بدی بود. بله. و تأثیر همه ایرانیان رو برانگیخت، از جمله خود من. این حادثه بسیار غم انگیز بود، ولی حادثه ای بود که ممکن بود برای ایرانی ها پیش بیاد، ممکن بود برای اتباع دیگر پیش بیاد. فقط یک حادثه بود. خود شما فرمودید میلیون ها افغانی در ایران در طول تقریبا 40 سال گذشته زندگی کردن، تا 5-6 میلیون رسیده در یک زمان، گاهی کمتر گاهی بیشتر. الان فکر میکنم حدود 4 میلیون افغانی در ایران باشند. این که در بین 4 میلیون گاهی هم یک حادثه پیش بیاد تأسف برانگیزه، ولی خیلی دور از ذهن نیست. ما نمیخوایم حتی یک حادثه پیش بیاد، ولی حادثه برای هم، برای خود ایرانی ها هم پیش میاد. ما عرض کردم در جای دیگری که بودم امروز، ما دو هفته پیش یک حادثه بسیار غم انگیز داشتیم در یک بیمارستان، کپسول های گاز منفجر شد و پزشکان و پرستاران ایرانی سوختند
و اونها هم آب می‌خواستن، لحظات سختی داشتن. چند وقت پیش یک هواپیمای اوکراینی به اشتباه مورد اصابت قرار گرفت توسط نیروهای مسلح ما، متاسفانه اکثرشون هم ایرانی بودن، چند نفر افغانی هم بودن ولی غالب اونها ایرانی بودن. پلیس ما ابتدا شلیک هوایی کرده. این حادثه خیلی تاسف برانگیزه، اصلا قابل دفاع نیست و مسببینش رو هم ما خود پلیس در حال بررسی هست، ولی پلیس ما سعی کرده وظیفه‌اش انجام بده. مهم اینه، ببینید، مهم اینه که هیچ برخورد سیستماتیکی وجود نداره. اینطور نیست که مثلا یک سیاستی وجود داره که با اتباع افغانستان چنین برخوردهایی بشه. یک حادثه از پیش میاد، بعد از اون هم برای اتباع ایران پیش آمد، مردم ایران رو هم تکان داد. واقعا تاسف برانگیز بود. و اینکه دو تا حادثه به فاصله دو ماه تقریبا پشت سر هم پیش میاد هم واقعا باعث تاسف هست. در این خصوص ما تحقیقات کامل کردیم. برای ما مسلم شده که هیچ عمدی در کار نبوده از حداقل طرف نیروهای ایرانی. برای ما مسلم شده که البته تحقیقات هنوز ادامه داره، که نیروهای مرزی ما تمام تلاش خودشون رو کردند که این افراد به سلامت برگردند. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینجاست که پاسگاه‌های مرزی سمت افغانستان وجود نداره در این فاصله. مشکل اینجاست که هیچ کنترل مرزی از سوی افغانستان صورت نمیگیره، همه کنترل سمت ما هست. مشکل این هست که اتباع افغانستان تردد غیرقانونی دارن. ما که میزبان اینها هستیم، ما که اینجا سفارت ویزا صادر میکنه، چرا غیرقانونی سعی میکنن بیان؟ مشکل قاچاقچی‌های انسانبر هستند، ما بهشون میگیم قاچاقچی انسانبر، کسانی که پولهای کلان از اتباع افغانستان میگیرند و اونها رو به اصطلاح منتقل میکنن به داخل ایران و از مسیرهای بدی میارن. اینطوری که ما روایتی که ما شنیدیم این هست که وقتی نیروهای مرزبانی ما جلوگیری میکنن از این اتباع که وارد ایران بشن، چون غیرقانونی بودن، اینها محل رو ترک میکنن، میرن یه مقدار پایینتر، اون قاچاقچیان انسان بودن که اینها رو مجبور میکنن داخل آب برن. چرا؟ چون نمیخواستن پول اینها رو برگردونن. چرا؟ ممکنه قاچاقچی هم این کار رو بکنن. این قاچاقچی ها رو شاید شما نمیشناسید که چه انسان هایی هستند. من روایت نیروهای مرزبانی ایرانی رو برای شما تعریف کردم، روایت دیگری هم از طرف افغانی ها گفته میشه. باید اینها بررسی بشه و ببینیم که چه کسانی مقصر بودن. ما هیچ ابایی نداریم. اگر مشخص بشه نیروهای مرزبانی ما چنین اشتباهی کردن، حتما مجازات خواهند شد. ولی آنچه که بر ما مسلم شده این هست که هیچ سیاستی برای این کار وجود نداره. اگر قرار بود که اینها به آب ریخته بشن، ما هر روز از مرزهای ما تعداد زیادی عبور میکنن، هم مجاز هم غیر مجاز. ولی اگه قرار بود این یک عمدی خدای نکرده در کار باشه، میتونست هر روز اتفاق بیفته. آنچه که مسلم هست، هیچ عمدی، هیچ سوء نیتی در کار نبوده. یک حادثه پیش آمده، آیا قاچاقچیان مقصر بودن یا نیروهای مرزبانی ما مقصر بودن یا کسانی که در سمت افغانستان کنترل نمی کنن؟ دولت افغانستان هم مسئولیت داره در این رابطه، چون در اون لحظه مشخص نبوده. به نظر من مقصر اصلی این داستان دولت طالبان. من اصل تقصیر کار رو میگم، وگرنه میشه گفت خود اتباعی که خودشون را افتادن از اون مسیر اومدن مقصرن، مرزبانی مقصره، پلیس مرزی نداشته افغانستان دولت طالبان مقصره، پلیس مرزی ایران مقصره، خود دولت ایران مقصره. دنبال مقصر بگردیم، بله منم مقصرم. والا ما همیشه یه افکار خیلی بد داریم، ما مردم از سواد پایینمونه، با توجه به نفرتی که داریم نسبت به یه قوم، یه شخصیت، یه دولت به اسم ایران، اونطوری میایم قضاوت میکنیم. ها، اصل ریشه اینه که طالبانه. چرا؟ تو اینجا بدت میاد، تو الان داری یه کامنت منفی فوش برام شاید بنویسی، ولی این خود تو رو گول میزنه، چون من اینجا نشستم دارم زندگی میکنم و تو داری اونجا با طالبان زندگی میکنی. فردا پس فردا این حادثه میتونه برای فامیل تو پیش بیاد، اگه تو الان دست نجنبونی و افکار تو قشنگ باز نکنی. حالا ببینیم جلوتر با صحبت هست. پا
پای فرد که بیمار است، شکسته، چه نیازی به دستبند؟ من قبول دارم فرمایش شما رو. ممکنه که پلیس ما اونجا اشتباه کرده باشه، ولی در اون لحظه اونها نمیدانستن در بین مجروحین چه کسانی قاچاقچی هستن و چه کسانی غیر قاچاقچی هستن. به این دلیل به لحاظ اقدام احتیاطی این کارو کردن، ولی این کار درستی نبوده. ببینید، مامور پلیس هم انسان هست، ممکن اشتباه بکنه. ما با مامورین پلیس خاطی حتما برخورد خواهیم کرد، ولی همونطوری که عرض کردم، مهم این هست که هیچ عمدی، هیچ سیاستی در کار نیست که برخورد خدای نکرده بدی با اتباع افغانستان صورت بگیره. ببینید، ما الان نزدیک به 500 هزار دانش آموز افغانی درست. در مدارس ما بله. تحصیل میکنن کیمیه. کاملا به رایگان بله. و مجانی بله. و اگر که ما قصدی خدای نکرده با اتباع افغانستان داشتیم، اول ممکن بود اینها رو قطع بکنیم. درست آقای برخشی، مردم این حوادث را که دردناک بوده فراموش نمیکنن. در افغانستان شما به عنوان وزارت امور خارجه یک کشور دوست دوباره فراموش میکنن. عزیزم، از این بعد تراش هم سر مردم اومده، همه فراموش کردن، چون اینقدر مشکلات، سختی ها، بدبختی ها هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، اینا در مقابلش هیچ میشن. و اینکه حالا پلیس ها اومدن تیراندازی کردن و فلانه، من این نکته رو نمیذارم در عرض حالا پشتیبانی از مرزبانان ایرانی که این کار رو انجام دادن، کاملا میتونست از راه های دیگه بیشتر جلوگیری بشه. اینکه خودتون دوست عزیزم، یه دوز بیاد خونتون چیکار میکنید؟ کار مرزبانی خیلی غلط بوده، نباید شلیک میکرده، باید میرفته ایس میداده، میرفته جلو آقا دستگیر. اونا که هیچی نیومدن که ایرانو به رگبار بمندن، ولی از اون سر ما نگاه کرد. دوست افغانستان، وعده تان به مردم افغانستان چی هست؟ رابطه به امداد. ببینید، به اعتقاد من داستانهایی که نباید فراموش بشن، داستانهایی هستن که حکایت از خصومت میکنن، نه حادثه. داستانی که نباید فراموش بشه، مثلا شهادت 8 نفر از همکاران من در وزارت امور خارجه، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مزار شریف هست سال 98. خب این هیچ وقت از ما فراموش نمیشه. چرا؟ چون یک قصد ترور، قصد کشتن در کار بود. ولی حوادثی که ممکنه که در اثر حادثه پیش بیان، میدونی طالبان اون کارو کرده، ولی الان ما طالبان رفیقن. ما مردم خیلی بدبختیم، خیلی وضعیتمون خرابه، خدا باید بهمون رحم کنه. فقط ارزش این رو ندارن که به خاطره حافظه تاریخی دو ملت وارد بشن. چرا؟ چون هیچ قصد و سونیتی در کار نبوده. اما ما باید تلاش بکنیم که تکرار نشه. حضور اتباع افغانی در ایران به صورت غیر قانونی ریشه خیلی از مشکلات هست، باعث خیلی از مشکلات میشه. ببینید، دو تا حادثه رو شما فرمودید، تلاش کردید خیلی هم با احساس بیان بکنید. واقعیت این هستش که حضور چند میلیون نفر افغانی در ایران مشکلات متعددی رو به وجود آورده برای ما. به عنوان مثال، ما موارد متعددی داریم از نزاع و دعوا و درگیری اینها یا با هم دیگه یا با اتباع ایرانی، که متاسفانه منجر به کشته شدن اتباع ایران شده. ولی ما اینها رو به عنوان یک خاطره بد نگه نمی‌داریم، به عنوان یک حادثه. بله، روی ماجرا یک بار دیگه باید کاری بکنیم که احتمال این حوادث به حداقل برسه. مهمترین کار این هستش که روال قانونی برای حضور اتباع خارجی و اتباع افغانی در ایران ایجاد بکنیم. مهم این هستش که ما این رو باید بگم، اتباع افغانستان که در ایران بودن، در حوزه های اقتصادی ایران خیلی به ما کمک کردن، شاید در جبران خرابی های بعد از جنگ ایران و عراق اتباع افغانستان خیلی کمک کردن، خیلی مشارکت کردن. در این خصوص داریم مذاکرات انجام میدیم که ما برسیم به یک تفاهم نامه برای حضور نیروی کار افغانی در ایران، که یک این امر رو قانونمند بکنه، نظاممند بکنه و انشالله مشکلات به حداقل برسه. که آمریکا، که من به اصطلاح خودش رو متحد افغانستان حساب میکنه، با طالبان مذاکره کرده، معامله کرده و توافق کرده. ما با طالبان هیچ رابطه‌ای به این شکل نداریم. چرا؟ ما گفتگوهایی داریم، بعضا سفرهای به ایران داشتن و با ما اونها ملاقات کردیم، ولی هیچ رابطه سیستماتیک با اونها نداریم. اینطور نیست که
اونها رو تجهیز بکنیم. شما میگید تماس دارن فقط با طالبان؟ بله تماس هست. ما با همه گروه ها و اطراف در افغانستان تماس داریم. درست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما بیش تقریبا 1000 کیلومتر مرز داریم. بله. با افغانستان. ما به خاطر اینکه ما سالهاست از تحولات در افغانستان صدماتی به ما رسیده، چه بحث مواد مخدر باشه، چه بحث تروریسم باشه، چه بحث جنایات سازمان یافته باشه، قاچاق انسان باشه، قاچاق مواد مخدر باشه، بحث الان این روزها تروریسم داعش هست، ما تحولات داخل افغانستان تبعاتی برای ما داشته، میلیون ها مهاجر، میلیون ها پناهنده به سمت ایران آمده. بنابراین ما تحولات داخل افغانستان بلد. از نزدیک دنبال میکنیم، با همه گروه ها هم تماس داریم به این منظور که بتونیم همه رو ببریم به سمت یک توافق. درست. ولی ما با طالبان مذاکره نمی کنیم، ما اونها رو مهمان نمی کنیم، ما نماینده ویژه تعریف نکردیم، هیچگاهی نکردیم طالبان رو به ایران، ما نماینده ویژه نفرستادیم که با اونها بشینن معامله بکنن. و الان ویژه شما میبینه با طالبان دوحه؟ چی؟ نماینده ویژه شما با طالبان میبینه؟ ما گفتم ما ملاقات میکنیم، ولی نماینده ویژه ای که با اونها مذاکره بکنه در خصوص افغانستان نداریم. آمریکایی ها با طالبان مذاکره کردن و معامله کردن در غیاب دولت افغانستان میدن. در غیاب دولت افغانستان، دولت آمریکا با طالبان رسما مذاکره کرده و توافق کرده. ما معتقد به توافق نیستیم، معامله کردن با هم دیگه در مورد آینده افغانستان. اون کسانی که باید متهم بشن نسبت به برخوردی که با طالبان دارن میکنن آمریکایی‌ها هستن و دیگرانی که شما بهتر از من میشناسید. ما خودمان در یک مقطعی قربانی طالبان بودیم. شاید چندین سال هست که ما همونطوری که با همه گروه ها تماس داشتیم، با اونها هم تماس داشتیم، نظراتشون شنیدیم، نظرات خودمون رو هم گفتیم. در یک مقطعی هم نماینده اونها به ایران سفر کرد، من باش صحبت کردم، با من گفتگو کرد. یک بار دیگر هم نماینده دیگری آمد که با وزیر خارجه ما ملاقات. بله، بله. ممکنه ببینید افرادی از طالبان رفت آمد بکنن بدون اطلاع ما، ممکنه، چون به هر حال وقتی شما 4 میلیون افغانی در ایران دارید، ممکنه که اتباع وابستگان طالبان هم در بین اونها باشن بدون اطلاع ما. بعضی از آنها با اطلاع ما رفت آمد میکنن یا برای گفتگو میان، و این از نظر ما یک امر طبیعی هست که ما با همه گروه های افغانی داریم، با همه جناح‌های مختلف در افغانستان ما این گفتگوها و رفت آمدها رو داریم. ولی مهم این هست ببینید طالبان هم اگر میخواهند در قدرت مشارکت داشته باشند، باید وارد گفتگو با دولت و بقیه گروه های افغانی و جناح های افغانی بشن. این سیاست ما هست. نیومدیم طالبان رو مثل بعضی از کشورها بهش پول بدیم، بهش تسلیحات بدیم، نیومدیم مذاکره بکنیم در مورد افغانی، در غیاب دولت افغانستان نشستیم با طالبان مذاکره بکنیم و تصمیم گیری بکنیم، نشستیم توافق امضا بکنیم و دولت افغانستان رو مجبور بکنیم که زندانیانشون رو آزاد بکنه و حرکات دیگه. وقتی که طالبان در دوحه دفتر داره تحت حمایت هست، آمریکایی‌ها میرن در اون دفتر باش مذاکره میکنن، وقتی در جاهای دیگه پایگاه دارن، دفتر دارن، من فکر میکنم که شاید شما جهت سوالتون رو باید عوض بکنید به سمت کشورهای دیگری که یعنی میتونن در ایران هم دفتر داشته باشن. چیه میگه؟ ممکن از دفتر وجود داشته باشه؟ ندارن. ببینید یه وقت هست که شما میبینید که طالبان یک تجهیزاتی داره، میخواید بگردید ببینید کی این کارو کرده، میگردید شایعاتی در مورد ایران ممکنه وجود داشته بررسی بکنید. ولی بعضی از موارد هست که شایعه نیست. ارتباطی که بعضی از کشورها با طالبان دارند، این که دیگه شایعه نیست، یک ارتباطات رسمی هست. کسانی که با طالبان مذاکره میکنن، این که دیگه احتیاج به گذرنامه نشون دادن، اجازه بده، احتیاج به گذرنامه نشون دادن و احتیاج به فلان نداره. اگر میخوای گذرنامه آقای خلیلزاد بیاره نشون بده، ببین چند بار رفته با اینها، در کجا مذاکره کرده، ملاقات کرده. این امر کاملا روشنه. یک امر کاملا روشنی هست. این که ببین کسانی که سعی میکنن که ایران رو دشمن افغانستان نشون بدن، من خواهش میکنم حداقل شما در این دام نیفت. خواهش میکنم تلویزیون شما در این دام نیفتن. این کاملا سیاست ما نسبت به طالبان روشن هست. من انکار نمیکنم گفتگو داریم، رفت آمد داریم، ولی این که شما بخواهید با استناد به یک صحبت در سال 2000 و چند، یک پاست کپی گذرنامه در سال فلان، با این استنادات یک شایعه در فلان سال، بیشتر از چی میتونه باشه؟ نه، بخواید که مثلا چی ممکنه ثابت بشه؟ بله، پرسش در حالی که نه، در حالی که طالبان با آمریکا صراحتا مذاکره میکنه و آمریکا در غیاب دولت افغانستان با طالبان معامله میکنه، همسایه غربی شما یعنی ایران 2 میلیون فرصت شغلی متعلق به جوانان ایرانی رو در اختیار جوانان افغانی قرار داده، 500,000 دانش آموز افغانی رو به صورت مجانی در مدارس خودش داره وارد تحصیل کرده،
همون میزان سوبسیدها، خدمات درمانی، همه خدماتی که به ایرانی ها داده میشه به این 4-5 میلیون افغانی هم داده میشه. ببینید شما دنبال نکات مثبت در روابط ما که بسیار کلان هستن بگردید، به یک جزئیاتی رو نخواهید صد در دام دشمنان روابط ایران و افغانستان گرفتار نشید. ببینید این یک دامی هست که دشمنان روابط ایران و افغانستان گذاشتن، با اشاره به جزئیات کوچک، به حوادث متفرق، میخوان یک رابطه بسیار صمیمی و عمیق رو بین دو ملت از بین ببرد. ما موضوع رفت رو به طالبان و آمریکا و ایران و اینکه ایران با طالبان چه معامله ای نداره باور کردنی نیست. این از این جهت ما صحبتمون در مورد 260 مهاجره بود که یک حادثه بیانش کرد. بله یک حادثه بود، ولی خیلی فاجعه بار بود از طرف دولت و فاجعه بارتر از اون از طرف دولت طالبان. و با مردم به خدا بهتون میخندم نکنید، این حمایت ها اشتباهه. حمایت هایی که ایران در 40-50 سال قبل کردن، معذرت میخوام، به گوه خوری افتاده. الان هم که همه دارن تاوان میده، چقدر از دخترای ایران کشته شده، جوون ها، از بچه های که خودم خودشون کشته. اسمش حادثه. ببین ما چقدر بدبختیم. حالا ما هی داریم زور میزنیم که این جمهوری های اسلامی که نمیخوایم و سوء استفاده هایی که دینی نسبت به ماها میشه، تو هی بیا فوش بنویس که تو دین نداری. چرا ما مسلمونیم، دین داریم، خدا رو هم خیلی قشنگ تر میشه. آقا مرسی که بودیم تا بده بعد.